اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه عصر ابراز نگرانی کرد که چند کشتی بربری ایران که ظاهراً در آب‌های اطراف یمن هستند، حامل سلاح‌های پیشرفته برای شورشیان حوثی این کشور باشند. مقام‌های آمریکایی یک روز پیشتر گفته بودند که کشتی‌های ایرانی مظنون به حمل سلاح برای شورشیان یمن در شمال دریای عرب لنگر انداختند. خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند کشتی‌های ایرانی حامل سلاح باشد گفت ما مسلماً در این مورد نگرانیم و دلیلی ندارد که کسی به وضعیتی که خیلی بدتر از آن چیزی شده که باید باشد سلاح پیشرفته تزریق کند. نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه یک ناو هواپیمابر را به آب‌های یمن منتقل کرده بود. مقام‌های آمریکایی که از آنها نام برده نشده به رسانه‌های این کشور گفتند که هدف از افزایش حضور نظامی در آب‌های یمن تا حدودی منصرف کردن ایران از ارسال سلاح برای شورشیان حوثی است. ناو هواپیمابر تئودور روزولت که روانه آب‌های پیرامون یمن شده است به 8 کشتی جنگی دیگر ایالات متحده در منطقه می‌پیوندد. برخی از آنها نیروهای ویژه‌ای را که قادر به ورود و بازرسی کشتی‌های دیگر هستند در بر می‌گیرند. البته مقام‌های آمریکایی به طور رسمی تأکید کردند که مأموریت این ناوها حفظ امنیت خطوط مهم کشتیرانی منطقه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت دولتش صریحاً به ایران هشدار داده تا از ارسال تسلیحاتی به یمن که به طور بالقوه بتواند تردد کشتی‌ها در منطقه را به خطر اندازد بپرهیزد. مقام‌های آمریکایی همان زمان به شبکه NBC آمریکا گفتند گروهی از کشتی‌های ایرانی در جنوب شرقی مرز یمن با عمان توقف کردند و ناوهای جنگی عربستان و مصر در جنوب غربی این کاروان طوری موضع گرفتند که خلیج عدن و بندر عدن را مسدود می‌کند. اشتون کارتر در گفتگوی چهارشنبه با خبرنگاران در جریان سفری به کالیفرنیا گفت حضور ناوهای آمریکایی در آب‌های نزدیک یمن گزینه‌های رئیس جمهور را باز می‌گذارد. اما آقای کارتر درباره اینکه آیا خدمه نظامی آمریکا سعی خواهند کرد برای جلوگیری از هر گونه انتقال سلاح به یمن وارد کشتی‌های ایرانی شوند یا خیر سکوت کرد. آقای کارتر گفت به شما نخواهم گفت که ایالات متحده آماده چه اقدامی است. همانطور که رئیس جمهور گفت ما گزینه‌هایی داریم. حوثی‌های یمن که با کمک ایران و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن که متهم به سرقت 60 میلیارد دلاری طی 34 سال از ملتش است، کوشیدند یمن را در اشغال درآورند و حکومت قانونی این کشور را سرنگون کنند. با این حال نیروهای حوثی در 4 هفته گذشته تلفات سنگینی را متحمل شده و از پیشروی باز ماندند. آقای کارتر از خشونت‌های یمن ابراز تأسف کرد اما ابراز امیدواری کرد طرف‌ها به میز مذاکره برگردند. آقای کارتر گفت ما مایلیم شاهد باشیم که طرف‌ها به راه حل سیاسی بازگردند و یمن بار دیگر شاهد سطحی معقول از مدیریت دولتی باشد و خشونت‌ها فروکش کند. لازمه اش این است که همه طرف‌های درگیر حاضر باشند قدمی به عقب بردارند و گفتگو کنند. حوثی‌ها روز چهارشنبه خواهان پایان کامل حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان و سرگیری مذاکره برای حل بحران شدند. آنها می‌گویند که برای انجام مذاکرات زیر نظر سازمان ملل آمادند. یک روز پس از اعلام پایان حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، درگیری‌ها در این کشور ادامه دارد. اگرچه به نظر می‌رسد تغییری در لحن رهبران حوثی‌ها به وجود آمده و رهبران حوثی مذاکرات مشروط و گفتگو در مسقط را پذیرفتند. در پی از سرگیری آتشباری حوثی‌ها، جنگنده‌های ائتلاف کشورهای عربی روز چهارشنبه مواضع این گروه را دوباره مورد هدف قرار دادند. یک منبع نظامی گزارش داد که شورشیان حوثی پس از اعلام پایان عملیات طوفان قاطعیت، مقر لشکر 34 طرفدار عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن را در شهر تعز به تصرف خود درآوردند. این حادثه در پی درگیری شدیدی میان حوثی‌ها و نیروهای ارتش روی داد. یک افسر نظامی ارتش که در این درگیری‌ها حضور داشته به العربیه گفت که مقر لشکر 34 پس از درگیری‌های شدید که از تانک و دیگر سلاح‌های سنگین در آن استفاده شد به کنترل حوثی‌ها درآمد.
او قربانیان این درگیری ها را ده ها کشته و زخمی برآورد کرد. در استان عدن نیز شاهدان عینی گفتند که شبه نظامیان حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح به سمت مناطقی که شاهد مقاومت مردمی است پیشروی کرده تا همه مناطق عدن را به کنترل خود درآورند. در همین حال منابعی در یمن به العربیه گفتند که نیروهای مقاومت مردمی مواضع مهمی را در مسیر مارب صنعا به کنترل خود درآورده و در 20 کیلومتری صنعا قرار گرفتند. در تحولی دیگر محمد عبدالسلام سخنگوی شورشیان انصارالله صبح امروز به شبکه خبری المیادین وابسته به ایران و سوریه گفت این جنبش در گفتگوهایی که میزبانی آن را عربستان بر عهده داشته باشد شرکت نخواهد کرد. محمد عبدالسلام همچنین گفت که انصارالله مذاکره در مسقط را میپذیرد. انجام مذاکره در مسقط میتواند به طور تلویحی پذیرش گفتگو درباره طرح صلح عمان باشد که عربستان سعودی نیز از آن حمایت کرده است. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با فیصل مقداد قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرده است. آقای شمخانی در این دیدار بر یافتن راه حل سیاسی داخلی برای یمن تأکید کرده است. در حالی که 10 ماه به برگزاری انتخابات مجلس در ایران مانده است، دولت با طرح نمایندگان عمدتاً اصولگرا برای استانی شدن انتخابات مخالف است. این اختلاف روز گذشته در جریان بررسی کلیات طرح استانی شدن انتخابات به اوج خود رسید. مجلس ایران به کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس رأی داده است، اما علی لاریجانی رئیس مجلس بار دیگر طرح را برای شنیدن نظرات دولت به کمیسیون شوراها بازگرداند. طرح استانی شدن انتخابات قرار است 2 هفته دیگر دوباره در مجلس بررسی شود. از مجموع 233 نماینده حاضر در نشست علنی دیروز، طرح استانی شدن انتخابات با 149 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد. بر اساس این طرح، نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15% آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه را کسب کنند و بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می شوند. مجید انصاری گفته است از نگاه دولت چنین طرحی به انسجام ملی ایرانیان آسیب می رساند. آقای انصاری همچنین گفت مسائل سیاسی و امنیتی نباید دور از توجه نمایندگان باشد. کشور ما دارای قومیت‌ها، مذاهب و زبان‌های مختلف است که در حال حاضر نماینده تمامی آنها در مجلس حضور دارد، اما ممکن است با تصویب چنین طرحی این وضعیت دچار اخلال شود و از حیث انسجام ملی مشکلاتی به وجود بیاورد. به گفته آقای انصاری، دولت ایران به طور کلی با اصل استانی شدن انتخابات موافق است، اما اکنون زمان مناسب و وقت کافی برای این کار وجود ندارد و چنین موضوعی باید در زمان مناسب با ارائه لایحه و یا طرح جامعی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته آقای انصاری، در این طرح معایب برگزاری انتخابات در حوزه شهرستان‌ها حفظ شده و محاسن برگزاری انتخابات به صورت استانی از بین رفته است. احمد سالک نماینده اصفهان گفته اجرای این طرح موجب می‌شود درگیری‌های قومیتی از شهرهای کوچک به استان‌ها کشیده شود. نمایندگان موافق طرح میگویند در صورت تصویب نهایی این طرح، نمایندگان بهتر می توانند به وظایف ملی و منطقه‌ای خود رسیدگی کنند و وحدت بیشتری بین نمایندگان هر استان به وجود می آید. علی مطهری نماینده تهران به عنوان مدافع این طرح در مجلس سخنرانی کرده و گفته در حال حاضر بخشی از بار شوراهای شهر و روستا و حتی مدیران کل بر دوش نمایندگان است و آنها برخی اوقات مجبور به دخالت در امور اجرایی می شوند. 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز 7 اسفند ماه سال جاری خورشیدی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود. در صورت تصویب نهایی این طرح تا پیش از برگزاری مقدمات انتخابات، رأی‌گیری پیش رو برای مجلس 10 به صورت استانی خواهد بود.
گزارش ها همچنین حکایت از مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با برخی از مواد این طرح دارد. به گفته آقای لاریجانی، معاونت قوانین مجلس نسبت به نگارش و برخی مواد طرح استانی شدن انتخابات اشکالاتی را وارد دانسته است که باید اصلاح شود. آقای لاریجانی گفت اگر نمایندگان مجلس موافق باشند این طرح را به کمیسیون شوراها ارجاع می دهیم تا آن را اصلاح کنند و مشکلات آن برطرف شود و ظرف 2 هفته نیز به مجلس بازگرداند تا در مجلس هم سریعاً بررسی شود. آقای لاریجانی در نهایت پیشنهاد ارجاع این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای اصلاح آن را مطرح کرد که این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در رأس هیئتی بلندپایه روز چهارشنبه وارد آنکارا شد و مورد استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. سفر آقای معصوم به ترکیه البته با چند هدف صورت گرفته. نخست تلاش برای بهبود روابط دو کشور که چند سباهی است بر سر مسائل گوناگون کمی رو به تیرگی رفته. دوم گفتگو پیرامون رویدادهای جاری در منطقه به ویژه مسئله تحولات عراق، داعش و مبارزه با تروریسم. همینطور تلاش برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور و نهایتاً شرکت آقای فؤاد معصوم در مراسم جشن 100مین سالگرد گرامی داشت نبرد چاناک قلعه که روز پنجشنبه در ترکیه برگزار میشه و خب ترکیه در این رابطه میزبان مقامات سیاسی برخی کشورهای جهان هستش که در روزهای آینده و گزارش‌های پیش رو به این موضوع می‌پردازیم، به ویژه که همزمان ارمنستان نیز در تدارک برگزاری مراسم 100مین سال کشتار ارامنه هست. اما رؤسای جمهور دو کشور پس از دیدار و گفتگو در کاخ چانکایا در یک مصاحبه مطبوعاتی حضور پیدا کردند. آقای اردوغان ابتدا اشاره کرد به گروه تروریستی داعش و گفتند که داعش مسلمانان و تاریخ برجسته اسلام رو مورد حمله قرار داده. ایشون تلویحاً داعش رو دست پرورده کشورهای غربی دانست و گفت که این سازمان تروریستی از کجا حمایت میشه و هواداران مسیحی این سازمان در اینجا منظور سوریه و عراق چه میکنن. آقای اردوغان گفت که باید به این موضوع توجه و تاکید کرد. همینطور رئیس جمهور عراق هم با اشاره به وضعیت کنونی عراق از ترکیه و دیگر کشورهای منطقه خواست تا کشورش رو در زمینه مبارزه با داعش حمایت بکنن. او حتی گفت که یکی از دلایل پایین بودن سطح مناسبات تجاری میان دو کشور بخش زیادیش ناشی از حضور داعش در عراق هستش. اما در حوزه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور بر افزایش مبادلات تجاری تاکید کردند. باید گفت که در شرایط کنونی میزان مبادلات تجاری میان ترکیه و عراق حدود 11 میلیارد دلار هستش که رؤسای جمهور دو کشور ابراز امیدواری کردند در آینده نزدیک این رقم به میزان 20 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه. اما در همین کنفرانس خبری رئیس جمهور ترکیه در مورد بقای منطقه از جمله رویدادهای یمن گفت که کشورش از پایان عملیات نظامی طوفان قاطعیت استقبال میکنه. آقای اردوغان گفت که امیدوارم این عملیات که با موفقیت همراه بوده زمینه ساز مذاکرات میان جناح‌های مختلف یمن بشه و فرصتی باشه برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی از بررسی نحوه واگذاری دائم نیروگاه اتمی بوشهر به متخصصان داخلی در مذاکره مسئولان این سازمان با معاون شرکت روس اتم خبر داد. این مقام ایرانی همچنین از بستن یک قرارداد چند میلیارد دلاری دیگر با روسها برای ساختن نیروگاه در آینده نزدیک خبر داده است. این خبر در حالی منتشر شده است که گروه‌های مذاکره کننده ایران و 5 به علاوه 1 در وین در حال گفتگو برای رسیدن به توافق نهایی هستند. آقای کمالوندی با اشاره به محتوای مذاکره با هیئت روسی که به تهران آمده است گفت نیروگاه بوشهر در دوره زیر نظارت متخصصان روس بوده که این دوره در حال اتمام و واگذاری کامل به متخصصان ایرانی است که در این نشست در این باره مذاکره کردیم. نیکولا اسپاسکی معاون شرکت روس اتم به همراه گروهی از کارشناسان روسی سه‌شنبه شب وارد تهران شدند و از روز گذشته مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی را آغاز کردند.
روس اتم شرکت دولتی روسی است که کار ساختن نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده داشته است. آقای کمالوندی گفته است در این نشست همچنین درباره نیروگاه‌های اتمی شماره 2 و 3 که قرار است در سایت بوشهر ساخته شود گفتگو و موضوع قراردادهای فنی و تجاری در این خصوص بررسی شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز امیدواری برای نهایی شدن ساخت این نیروگاه‌ها در ماه‌های آینده گفت دو نیروگاه بزرگ با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری قراردادهای تجاری کوچک فراوانی دارد که باید در خصوص هر یک تفاهم شود. آقای کمالوندی همچنین گفت در این نشست زمینه‌های مختلف همکاری در حوزه‌های مختلف مرور و مقرر شد معاون شرکت روس اتم فردا از صنایع UCF اصفهان دیدن کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش دیگری درباره محتوای گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره کشورمان گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک که تا 10 تیر ماه تمدید شده است، ایران و طرف مقابل تعهداتی دارند. وی افزود عمده تعهدات کشورمان مربوط به حوزه هسته‌ای است. به همین علت آژانس تعهدات ایران را راستی آزمایی و نتایج آن را در گزارش‌های ماهانه منتشر می‌کند که خوشبختانه گزارش‌های آژانس تاکنون مؤید پایبندی ایران به این تعهدات بوده است. در تحول دیگر در زمینه گفتگوهای اتمی یک مقام نظامی ایران بار دیگر گفته است به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از مراکز نظامی و گفتگو درباره قابلیت‌های نظامی ایران را نمی‌دهند. سردار علی شادمانی معاون عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه گفت اینکه بعضی از اعضای گروه 5+1 مطرح کردند که مراکز نظامی در ایران را باید بازرسی کنند یک خوابی است که هیچ وقت تعبیر نخواهد شد و به شدت با طرح این مسئله مخالفیم و اجازه بازرسی از کوچکترین مرکز نظامی را به هیچ کس و به هیچ قیمت نخواهیم داد. این سخنان در حالی ابراز شده است که طرح بازدید از مرکز نظامی پارچین یکی از درخواست‌های گروه 5+1 در مذاکرات جاری در وین است. مقام‌های ایرانی و نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از گفتگو برای بهتر ساختن شرایط پناهندگان افغان در ایران خبر دادند. شرایط سخت زندگی پناهندگان قانونی و غیرقانونی افغان در ایران همواره مورد انتقاد فعالان مدنی در ایران و افغانستان و ناظران سازمان ملل بوده است. هفته گذشته نیز اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر خود به تهران خواهان توجه ایران به حل مشکلات پناهندگان افغان شد. سیوانکا داناپالا نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران با اشاره به مشکلات اساسی افغانستان در حوزه امنیتی، بهداشت و آموزش گفت باید شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به کشورشان فراهم شود. همزمان حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفته است 1.5 میلیون مقیم یا پناهنده افغان در ایران زندگی می کنند و به همین میزان پناهنده غیرقانونی افغان در کشور داریم. آقای ذوالفقاری همچنین تصریح کرد روزانه 1500 مهاجر افغان به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و این وضعیت به مشکلات قبلی ما افزوده است. آقای ذوالفقاری گفت در حال حاضر 17705 نفر افغان از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شدند، 11000 دانشجو و 160 هزار دانش آموز افغان نیز در ایران در حال تحصیل هستند. آقای ذوالفقاری افزود در محاکم ما تبعیضی بین ایرانی ها و مهاجران افغان وجود ندارد و البته ممکن است نارسایی هایی وجود داشته باشد که این نارسایی ها برای ایرانیان هم هست. سخنان آقای ذوالفقاری در حالی ابراز شده است که گزارش های مکرری درباره افزودن بر محدودیت ها در تردد و تبعیض علیه افغان ها در محاکم ایران در رسانه ها منتشر می شود. معاون وزیر کشور با بیان اینکه سال گذشته 500 هزار مهاجر غیرقانونی را به کشورهایشان بازگرداندیم گفت همین تعداد از طرق دیگر به ایران بازگشتند. آقای ذوالفقاری افزود خوشبختانه یکی از اولویت‌های دولت جدید افغانستان رسیدگی به مسائل پناهندگان افغان در ایران و پاکستان است. دولت ایران به دنبال این است که پناهجویان افغان داوطلبانه به کشور خود بازگردانده شوند. ذوالفقاری تأکید کرد باید طرح جدیدی را برنامه‌ریزی کنیم
که هر فرد افغان برای اقامت در ایران مجوز داشته باشد. مشکل ما مهاجرت غیرقانونی به کشور است. ما امیدواریم با نگاه دولت جدید در افغانستان و تنظیم موافقتنامه جامع این موضوع ساماندهی شود. از دولت مردان افغان خواسته ایم که از فارغ التحصیلان افغان در ایران برای بازسازی کشور خود استفاده کنند و زمینه بازگشت آنها به وطنشان را فراهم کنند. احمد محمدی فرد در نشست خبری مشترک با رئیس نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه اقدامات انجام شده برای زنان ایرانی که به ازدواج اتباع افغان در می آیند اظهار کرد اگر مراحل قانونی ازدواج زنان ایرانی که به همسری اتباع خارجی در می آیند طی شود آنان مشکلی نخواهند داشت. ازدواج هایی دچار مشکل می شود که مسیر قانونی خود را طی نکرده باشند. البته این به معنای غیر شرعی بودن ازدواج این زنان نیست. این مقام وزارت کشور همچنین گفت در 14 استان و شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و یزد امکانات و زمینه‌هایی برای اشتغال و زندگی پناهندگان افغان فراهم شده است و بسته‌های حمایتی بین‌المللی و دولتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.